کماکان 9 ماه از حاکمیت امارت اسلامی در کشور می‌گذرد، اما دولت جدید افغانستان همچنان با بحران مشروعیت جهانی روبرو است. در کنار آن، بحران بشری و اقتصادی نیز دامن شهروندان کشور را هنوز رها نکرده است. حالا مقام‌های امارت اسلامی از برگزاری نشست بزرگی خبر دادند که هدف آن پیدا کردن راه حل برای بیرون رفت از بحران‌های فعلی در کشور گفته شده است. نماینده امارت اسلامی در مسکو به خبرگزاری اسپوتنیک گفته در این نشست که زیر نام مجمع افغان‌ها در کابل برگزار خواهد شد، به شمول اشرف غنی رئیس جمهور پیشین، شمار زیادی از سیاسیونی که در بیرون از افغانستان به سر می‌برند نیز دعوت شده است. این که مجمع افغان‌ها یک لویه جرگه خواهد بود یا خیر هنوز معلوم نیست، اما آمادگی‌ها جریان دارد. از سیاسیونی که به خارج از کشور رفتند دعوت شده تا در نشست پیشرو شرکت کنند. حتی آقای غنی دعوت شده است. سخنگوی امارت اسلامی هرچند میگوید کار روی چگونگی برگزاری نشست مجموعه افغان‌ها آغاز شده است، اما وی دعوت اشرف غنی و سیاسونی را که در بیرون از افغانستان به سر میبرند رد میکند. دعوت نده دسی غنده نده سی اگر کسان سی تلیل دی اغوت بکی بلنه ورکسی بلکه دسی غنده ده چی ده حسنی وزیعت و ده افغانستان ده حسنی حالات و اره ده افغانان سر مشوره وسی ده حسن دل تدید سو. برخی سیاستگران کشور هرچند از برگزاری همچون نشست ها در شرایط فعلی استقبال میکنند، اما تاکید دارند اگر فیصله های نشست عملی نشود و در آن چهره های ملی و وطن دوست دعوت نشود، برگزاری آن هیچ سودی نخواهد داشت. من فکر میکنم که این نشست به خاطر زمین است که اینا حکومت سرپرست هم از بین ببرن و موقع بتن برای کل افغان ها که در این حکومت شامل شود و واقعا همه شمول شود، و اگر مثل که پیشتر گفتم این برای نام باشه، باز هیچ سودی نداره. خو امی حالتی که فعلا روان است و تعذیرات هم بیشتر خواهد شد و مردم افغانستان زجرش میکشند. این نشست در حال برگزار می شود که با باور آگاهان بدون اجماع ملی در کشور برای بیرون رفت از وضعیت فعلی راه حل دیگری وجود ندارد.